ده آفرینش روزهای فراموش نشدنی. همان اندازه که مطالبه لحظه برای آفرینش بهترین سال مهم است، برنامه ریزی برای روزهای فراموش نشدنی نیز در ایجاد یک زندگی بیادماندنی و رضایت بخش اهمیت دارد. برای آنکه به ارزش یک روز بیادماندنی پی ببرید، کافیست از خودتان بپرسید اگر امسال آخرین سال زندگیم باشد چه می کنم؟ آیا در روزهای آتی نیز همین شیوه زندگی را ادامه خواهم داد؟ آیا وقت خود را به همین ترتیب صرف خواهم کرد؟ لحظه ای تأمل کنید، از خواندن دست بکشید و در این باره بیاندیشید. اگر می توانستید هفته گذشته را دوباره زندگی کنید، آیا هر روز را همان گونه که گذشت انتخاب می کنید یا ترجیح می دهید برخی از روزها را به گونه دیگر زندگی نمایید؟ بیشتر ما به خودمان اجازه نمی دهیم که از طریق دریچه بازنگری به زندگیمان بنگریم. اگرچه می دانیم که عمرمان محدود است، اما بیشتر ما نمی توانیم به طور کامل درک کنیم که روزهای محدودی را بر این سیاره خواهیم بود، بلکه برعکس به لطف انکار مرگ که در ما فطریست و در واقع محافظ ماست، ترجیح می دهیم که وانمود کنیم وقت نامحدودی در اختیار داریم تا هر کاری بخواهیم انجام دهیم. ما در این توهم زندگی می کنیم که روزی به آن سفر خواهیم رفت، در آن ساحل قدم خواهیم زد، آن کتاب را خواهیم خواند، با فرزندانمان به پارک خواهیم رفت یا نواختن آن ساز را خواهیم آموخت. ما کاری را که می توانیم امروز انجام دهیم به آینده نامعلوم که ممکن است هیچ وقت نرسد موکول می کنیم. البته روزهای خاصی در زندگی ما وجود دارند که جزئیات آنها را از لحظه بیدار شدن تا لحظه به خواب رفتن بیاد داریم. شاید روز عروسی، روز تولد فرزند، روز فارغ التحصیلی، روز عاشق شدن یا روزی که به موفقیتی رسیدیم که برایش بسیار کوشیده بودیم از چنین روزهایی باشد. اما اگر از ما بپرسند، بیشتر ما نمی توانیم به یاد آوریم که هفته گذشته، ماه گذشته یا سال گذشته را چه کردیم. روزهای ما غیر شفاف هستند و هر یک در دیگری محو می شود. بیشتر ما تا وقتی که فردا برسد امروز را فراموش خواهیم کرد، مگر آنکه از اهمیت خاصی برخوردار باشد. بنابراین امروز از شما می خواهم که صادقانه زندگیتان را در 5 سال گذشته ارزیابی کنید و ببینید چند روز خاص را به یاد می آورید. چند روز در آگاهیتان متمایز هستند که می توانستند روزهای معمولی باشند، اما به دلیل تعهد یا اعلامی که کردید آنها را به اندازه خاص نمودید که می توانید در همین لحظه آنها را بیاد آورید. شاید امسال چندین شب را با رضایت به خواب رفته باشید، زیرا می دانستید روزی را که پشت سر گذاشتید هرگز فراموش نخواهید کرد. اما از شما می خواهم که بنگرید و ببینید میل دارید چند روز از امسال را بیاد داشته باشید. می خواهید چند روز آن را شگفت‌آور بنامید و تجاربی را در آنها بیافرینید که نسل‌های پیاپی سینه به سینه نقل کنند. یک لحظه چشمانتان را ببندید و داستانی را به یاد بیاورید که پدر یا مادرتان درباره یکی از روزهای مهم زندگی خود برای شما تعریف کرده است. اهمیت این روز در چه بوده؟ داستان‌هایی که حفظ و نقل می‌شوند اغلب درباره روزهای عادی است که در آن کسی کار بسیار خوبی برای دیگری انجام داده است یا افراد خانواده
همگی دور هم بودند و از معاشرت همدیگر لذت بردند. زمانی که هدیه خاصی داده شده است یا سخنانی رد و بدل شدند که بر دلها نشسته است. دعوا بر سر قضا، سفره‌های دست جمعی و مهمانی‌های شبانه از مواردی هستند که در خاطر می‌مانند و درباره آنها صحبت می‌کنیم. بنابراین چه ویژگی یک روز را فراموش نشدنی می‌کند؟ نخستین و مهمترین عاملی که موجب می‌شود یک روز را به آگاهیتان بسپارید این است که به دلتان نشسته باشد. چنین روزی باید عواطف مثبت قدرتمندی مانند نشاط، خوشحالی یا قدردانی عمیق را در شما بیدار کند. معمولاً یادآوری رویدادهای منفی که موجب فشار روانی می‌شوند ساده‌تر است، زیرا ضربه ناشی از این رویدادها آن روز را به حافظه ما می‌چسباند. برای ایجاد باری مشابه برای رویدادهای مثبت باید ماجراجویی کنیم و به ولای دانسته ها و حیطه امن خود برویم. این ماجراجویی در بیشتر موارد مستلزم انجام کاری است که ما را کمی آسیب پذیر می کند و خارج از منطقه آسایش ما قرار دارد. برای آفرینش روزهای فراموش نشدنی باید فراز روزمرگی برویم و این روزهای خاص را با رفتارهای چشمگیر برنامه ریزی کنیم. اگر لحظه درنگ کنید و به برخی از روزهای بیادماندنی زندگیتان بنگرید، احتمالاً کشف می کنید که با قدری خطر کردن یا آسیب پذیری همراه بودند. همچنین برنامه ریزی دقیق و با فکر بودن هم از ویژگی های روزهای فراموش نشدنی هستند. با چیرگی بر کشش امن و عادی بودن می توانیم روزی را بیافرینیم که تأثیری فراموش نشدنی بر آگاهی ما بگذارد. طی یکی از جلسات تمرین بهترین سال زندگی که من سرپرستی آن را به عهده دارم، دز به این نتیجه رسید که دوست دارد سه نفر که برایش از همه عزیزتر هستند، عشق و قدرشناسی عمیق او را حس کنند. او وقت و پول کمی داشت. در نتیجه تصمیم گرفت برای شوهر و دخترانش شام بپزد و سپس برای هر کدام مطلبی بنویسد و محبتش را به آنها ابراز کند. پس از آن بیرون رفت و چند شاخه گل سرخ خرید تا گلبرگ‌های آن را پیش از پذیرایی شام و خواندن نوشته‌هایش روی میز پخش کند. دز احساس می‌کرد می‌ترسد و آسیب‌پذیر شده است. او زمانی را به ایجاد فضای خاص اختصاص داد. آهنگ ملایمی گذاشت و چند شمع روشن کرد تا اهالی خانه بدانند که رویدادی غیرعادی در پیش است. سپس یک به یک در برابر سه نفری که از همه برای او عزیزتر هستند نشست و قلب خود را با کلام، رفتار، عشق و در آغوش کشیدن به آنها هدیه کرد. در پایان این مراسم دز می دانست که آن شب را تا آخر عمر به یاد خواهد داشت و تا امروز هنوز به یاد دارد. در موارد فراوانی افکار بسیار خوبی به ذهن ما می رسد که چگونه به آنهایی که دوست داریم سخاوتمندانه ابراز عشق کنیم. اما خارج شدن از محدوده های ما ناراحت کننده است. برای آنکه روزی داشته باشیم که یک عمر پایدار بماند، باید کاری انجام دهیم که خارج از چارچوب ما و در نتیجه به یاد ماندنی باشد. برای آفرینش روزی فراموش نشدنی به پول یا وقت خیلی فراوانی نیاز ندارید. می توانید اعلام کنید که شنبه روز خنده است و کودکان خود را به ویدیو کلوب ببرید و چند فیلم کمدی کرایه کنید. سپس می توانید همگی در کنار همدیگر روی نیمکت بنشینید، کمی پروفیل درست کنید، چراغ‌ها را کم نور بنمایید و آن روز را دست جمعی کنار هم بگذرانید و به جز خندیدن کار دیگری انجام ندهید.
اگر کود در کودکی یک روز خنددار را با پدر و مادرتان گذرانده باشید، آیا هنوز آن را به یاد ندارید؟ یا می توانید کاری را که یکی از دوستانم کرد انجام دهید؟ یک آگهی به شکل قبل به روزنامه بدهید و عشق عمیق خود را به همسرتان ابراز کنید. سپس نهاری برای گردش در هوای آزاد آماده کنید. یک کارت با مضمون زیبا روی آن بگذارید و با یک کتاب شعر و دست در دست همدیگر به گشت و گذار بروید و آن روز را روز عاشقانه بنامید. من کسی را نمی شناسم که دوست نداشته باشد چنین روزی را برای او ترتیب دهند. یا می توانید چند شاخه گل بخرید و با وسیله بازی مطلوب خود به خانه دوستی که وقت ندارید به اندازه‌ای که دلتان می خواهد با او معاشرت کنید بروید و روزی فراموش نشدنی را کنار آن خانواده بیافرینید. می توانید برای یک روز خانواده برنامه ریزی کنید و از همه خویشاوندان بخواهید عکس هایی را که در آلبوم شما نیست با خود بیاورند. دسر مورد علاقه همه را درست کنید، دور هم بنشینید و با تماشای عکس ها به شرح سرگذشت هایی در رابطه با آنها برای همدیگر بپردازید. به این ترتیب می توانید آلبوم عکسی تهیه کنید که یک عمر باقی بماند. ما همواره می توانیم عذری بیاوریم که چرا امروز نمی تواند یک روز فراموش نشدنی باشد. به دلایل و بهانه هایتان که شما را از تبدیل امروز به روزی استثنایی باز می دارند بنگرید. آیا می بینید که می گویید فردا این کار را می کنم و یا سال بعد با فرزندانم به سفر می روم و یا وقتی بچه ها از خانه بروند وقتم را به شوهرم اختصاص می دهم؟ یا از همه جالبتر، وقتی که فرصت بیشتری داشته باشم این کار را خواهم کرد؟ اگر ایجاد یک روز نامعمول کاری باشد که هر ماه برای خودتان انجام دهید چه می شود؟ برخی از ما خوب می توانیم برای دیگران کارهای انجام دهیم، اما وقتی نوبت خودمان می شود و می خواهیم روز خاصی برای خود ایجاد کنیم از گوشه و کنار آن می زنیم. اگر شما یکی از این افراد هستید، شاید لازم باشد برای آفرینش یک روز فراموش نشدنی فهرست کارهایی را که باید انجام دهید زمین بگذارید و درباره شیوه های نشان دادن عشق بی‌دریغ به خودتان فکر کنید. ببینید آیا می خواهید درباره خود خصت به خرج دهید و فقط زمان اندکی را به خودتان اختصاص دهید، یا اینکه برنامه را به تعویق بیاندازید؟ ببینید آیا می خواهید آفرینش روزهای فراموش نشدنی برای خودتان را کم اهمیت جلوه دهید؟ وقتی انتخاب می کنید که روزهای فراموش نشدنی برای خود و دیگران بیافرینیم، کار ترسناکی را به عهده می گیریم. اما اگر به آفرینش بهترین سال زندگیمان متعهد هستیم، باید آن را به انجام برسانیم. بخشی از نشاط روزهای فراموش نشدنی سهیم شدن آن با کسانی است که دوستشان داریم. روزهایی که تاثیرگذاری ماندگار بر ما و دیگران دارند به سادگی و فقط به این دلیل که خورشید میتابد و ظاهرا همه چیز در جهان بیرون مطابق میل ماست پیش نمی آید. چنین روزهایی نتیجه خوششانسی یا سرنوشت نیستند. آفرینش بهترین روزهای متعدد در امسال خود به خودی نیست. باید این روزها را بخواهید، برای آنها برنامه بریزید، چنین روزهایی را بیافرینید، تجربه کنید و سپس اعلام نمایید. اگر پذیرفتن خطر آفرینش یک روز خاص بر یک نفر چنان تأثیر عمیقی داشته باشد که او را به شهر برساند و سر شوق یا ولد تا برود و بر دیگری تأثیر بگذارد چطور؟ آیا این کار به شدت هیجان انگیز و رضایت بخش نیست؟ آیا به زحمتش نمی ارزد؟
اصالت آفرینش بهترین سال زندگی من در واقع آفرینش عشق و نشاطی است که بر دیگران تأثیر می‌گذارد و مسلم می‌باشد. بیشتر ما منتظر هستیم که زمان یا فرصت مناسبی پیش بیاید تا روز خود را خاص کنیم. اگر از انتظار دست بکشید چه می شود؟ اگر از فرصتی که در همین امروز است بهره بگیرید و این مسئولیت را بپذیرید که همکنون تجربه‌تان را دگرگون کنید چه می شود؟ آیا روزهای فراموش نشدنی متعدد بهترین سال زندگی را در دسترس شما قرار نمی دهد؟ اقدام کنید روزهای فراموش نشدنی بیافرینید. چگونه برنامه ریزی کنید که یک روز در هر ماه برای شما فراموش نشدنی باشد؟ ببینید چه ویژگی این روز را به اندازه استثنایی می کند که تا آخر عمر آن را به روشنی بیاد داشته باشید. به خود اجازه دهید که خودتان و افراد مورد علاقه‌تان را غرق در عشق کنید. افراد خانواده و دوستان خود را در این روزهای خاص شرکت دهید. تبدیل اوقات عادی را به روزهای خوش و فراموش نشدنی تمرین کنید.